با نام یاد خداوند متعال بینندگان از من سلام خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های خبرگستر از شبکه تلویزیونی استقلال امیدوارم که صحت من باشید و بیننده برنامه ما امروز در خبرگستر به بررسی میگیریم موضوع تعلیم و تربیه در افغانستان تعلیم و تربیه در افغانستان طی سالهایی که گذشته مدام در فراز و نشیب بوده و گاهن به اوج رسیده و گاهن هم به قهقرا سقوط کرده این مسئله باعث بسیار از بیم ها در بین جامعه شده مخصوصا در بین قشر دانش آموزه کشورمان افغانستان در نواخر هم که عدم اجازه برای حضور دختران در مکاتب هم موضوع اصلی رسانه ها هست و موضوع اصلی کشورهای جهان بر علیه مارت اسلامی که استفاده میشه همین مسئله هست لذا این مسئله رو بررسی میگیریم با مهمان امروزی من در برنامه امروزی دکتر هادی افشار استاد دانشگاه آقای افشار سلام خیلی خوش آمدید برنامه قبل از اینکه وارد بحث ریزبینانه بشیم به سمت همین مسئله معارف و تعلیم و تربیه یا به قول آموزش و پرورش میخوام در رابطه با پیشینه این مسئله صحبت بکنیم پیشینه افت و خیزها در درون معارف افغانستان چقدر ما در طول همین تاریخی که داریم حداقل تاریخ معاصر اگر صحبت بکنیم و بعد از اینکه حکومت خلقی ها و مجاهدین نار اگر صحبت بکنیم بعد از اون صحبت بکنیم چگونه نبوده وضعیت معارف در کشور و اموری که پیش برده شده خاطری که همه به خاطر دارن این مسئله را که ما مکاتب خیالی داشتیم استادان خیالی داشتیم دانش آموزانی که اصلا وجود نداشتن و یا هم در بعضی از جاها فقط نام بود و افراد تانستن از اون مدارکی را بگیرن و, جاهایی هم رشد آنچنانی داشتیم مثلا تیم های روباتیک که از درون دانش آموزان ساخته شد و یا هم تیم های علمی فرهنگی که بسیار ساخته شده تا برایتش کنسل گرفتن و در هرات هم نامآور بودن رتبه های علمی در کنکور همه اینها نشان دهنده یک فراز و نشیب بسیار زیاد و یک نوسان بسیار طولانی مدت هست در بین معارف کشور از شما میخوام بیشتر بشنیم در رابطه با پیشینه تعلیم و تربیت در کشور بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما دوست و برادر عزیز ما و بیننده های محترم شبکه تلویزیونی استقلال ما شما اجازه می خواهیم که یک گریز بزنم به قبل و هزاران سال قبل از بعد به تاسیس و حضور و کشور افغانستان امروزی افغانستان از دیرباز مهد تمدن مهد تعلیم و تربیه و بحث آموزش و پرورش بوده در سطح دنیا و یک چیزی پذیرفته شده و تاریخی رگواه گواه هست اگر خواسته باشیم به چند قرن اخیر بخوایم یک گریزی بزنیم ما شاید از بودیم که بخش تایم تربیه یا آموزش پرورش از دیرباز در افغانستان جایگاه خاص داشته و جایگاه مردمی داشته و در بین مردم یک اهمیت و احترام خاصه داشته ما از ابوالی سینا هایی داریم در افغانستان ابو ریحان هایی داریم خدمت شما عرض کنم مولانا داریم خواجه عبدالله انصاری داریم مولانا جامی داریم بزرگانی داریم که اینا در منطقه و در سطح جهان چیزی برای گفتن داشتند. اینا نشان دهنده از است که در کشور در جغرافیای مثل افغانستان بحث تعلیم تربیه، بحث آموزش بحث یادگیری بحث یاددهی اینا در حقیقت زیر ساخت کشور تشکیل میداده و ما نمیتونیم که بگم افغانستان یک دوران تاریکی را در گذشته سپری میکرده پس دوران تعلیم تربیه افغانستان دوران آموزش پرورش افغانستان یک دوران بسیار روشن و واضح است که در این قسمت کارهای زیاده شده ما در اواخر اگه بخوایم یک گریزی بزنیم در چند سال اخیر که شما گفتین از دوران پاچایی پس و مجاهدین هم بگیم حالا قبلش هم که بگیم حالا پس و مجاهدین بخوایم بگیم مجاهدین بعد از جنگ های دهی هفتاد و جنگ هایی که در افغانستان متاسفانه شروع شد جنگ های تحمیلی و داخلی آموز پرورش یک سکتگی بسیار کلان به او مواجه شد و افغانستان در حقیقت میتونیم بگیم ضربه اصلی خود از او دوران بدنش ثابت شد. اصابت کرد و افغان مت... افغانستان متضرر شد افغانستان بعد از اینکه یک دوره جنگ های داخلی رو از او عبور کرد وارد یک مرحله جدید شد به نام دوره جمهوریت که در دوره جمهوریت اگر چالش های بود اما این هم نمی تایم نایده بگیریم که دستاوردها و اتفاقات خوبی هم برای کشور و مردم افغانستان افتاد و دوباره پس دوباره یک انگیزه و یک جهش و یک حرکت سمت آموزش و پرورش در افغانستان ایجاد شد معارف افغانستان یک تحول عظیم کرد یک واقعیتی است که شما یک اشاره کردین حالا به بحث روباتیک یا بحث استداسنجی یا هوش برتر که یک دوره های خاص برگزار شد مردم افغانستان رو آوردن به تکنولوژی روز که همان کامپیوتر باش علاقه مندی خود نشان دادن استفاده تکنولوژی روز در بحث آموزش پرورش جای خوب باز کرد مردم افغانستان انگیزه داد تا بتانن که به روز باشند و به با دنیا خود وصل بسازند و از داشته های دنیا استفاده کنند اما خب فراز نشیب ها در هر جای هست اما در افغانستان به طور غیر معمول همیشه فراز و ها بوده که شما اشاره فرمودید متاسفانه چالش های هم بود چالش ها در لابلا و در مسیر بخش تعلیم تربیت افغانستان به وضوح دیده میشد کمبودی ها نارسایی ها در مناطق تبیز هایی که در بعضی از مناطق افغانستان ما می دیدیم که در بعضی از مناطق افغانستان ما مکتب نداشتیم اما در بعضی دهات و روستاها می دیدیم که مکاتب آنچنان مجهز داریم که اصلا او باز دانش آموز و دانش متعلم نداره اینا نابرابری هایی بود و چالش هایی بود که ما سپری کردیم متاسفانه با وجود از این که مردم افغانستان چی از قشر اونا چی از قشر زکور عاشقانه دنبال آموزش و پرورش و یادگیری و یاددهی بودن اما خب متاسفانه دولت نارسایی داشت در قسمت ساخت مکاتب بود نصاب تعلیمی بود نصاب تعلیمی ما متاسفانه آپدیت نبود هر چند که تغییرات در اومده بود اما خب بسیار مشکلات عدیده ای داشت که باید برطرف میشد اما متاسفانه خب نادیده گرفته میشد پس چالش های دیگه ای که ما در در مسیر آموزش پرورش و تعلیم تربیه خود داشتیم در طول ایام سالهای گذشته پسا مجاهدین چیزی که ما می دیدیم کمبود اساتید و معلمین مسلکی بود که متاسفانه در خیلی از مکاتب ما افرادی که تدریس میکردن اون مهارت و او دانش کافی نداشتند اینو تونه که با چالش های بوده باشه که حالا شما اگه شاید دیگه هم کردین روی معلمین خیالی بله ما معلمین خیالی هم داشتیم متاسفانه مکاتب خیالی داشتیم که اینا بر گشت به اون فساد اداری و زدبنده های سیاسی که بود که در بله شما از عوامل بود. صحبت کردید نسبتا در بین کلام شما هم مشهود بود اما میخوایم بیشتر روی همین عوامل هم بپردازیم ای که عواملی که برای توسعه بود ما دختران روباتیک را داشتیم در جهان مقام آور بودن و یا هم بسیار از معلفه های دیگه ای که نشان دهنده ای هست که معارف واقعا پیشرفت کرده بود حالا اگر حداقل در هرات صحبت بکنیم معارف هرات بسیار, بسیار بسیار پویا بود و توانسته جایگاه خوبی را داشته باشه فکر میکنید عوامل این توسعه چه چی چیزی بود در کنار این که حالا که انگیزه داشتن شاگردان دیگه چه عواملی باعث شده بود که اینها بتونن که چنین توسعه ای را به دست ببینید ما شما در قرن زندگی میکنه. جناب آقای لیزادی سایب عزیز ما در قرن 21 زندگی میکنیم و نمیتونیم بگیم که ما از قرون گذشته میراث میراثدار از باشیم دقیقا دنیا در حال تغییر است دنیا تبدیل شده به یک دهکده دهکده به این معنا که یک, یک منطقه کوچکی که همه به همدیگه دسترسی دارد ما و شما امروز در دنیای زندگی میکنیم در حقیقت دهکده است پس بخوایم یا نخواهیم عوامل بیرونی سر ما تاثیرگذار است ما وقتی که جوان ما میدید زمینه رشد میدید زمینه ازیر میدید که اگر ما به اصطلاح متمسک شویم و سمت علم و دانش و تعلیم تربیه بریم آینده درخشان خواهیم داشت این ناخداگاه باعث از این میشد که حالا در کنار انگیزه یک زمینه برای شغل و ایجاد شغل در آینده برای ما فراهم میساخت و این ناخداگاه ما را سوق میداد به طرف ازی که ما طرف بخش تعلیم تربیه خود بریم و ما شاید ازی بودیم که واقعا استقبال بی‌نظیری بود یعنی در قریجات و روستاها و قشلاقای ما که یک وقت شاید بسیار از در قسمت آموزش پرورش دختران و تعلیم دختران یک اساسیت خاصی بود اما خب ما شاید از این بودیم که بسیار استقبال زیاد میشد و همه میرفتن چرا چون دیدشان تغییر کرده بود دنیا دیدن که تغییر کرده دنیای امروز دنیایی که نگاه میکنند که وقتی میبینند دنیایی که چیزی برای گفتن داره دنیایی که تکنولوژی داره دنیایی که پیشرفت داره دنیایی که آسایش و آسایش داره اینا رو میدن که از برکت تعلیم تربیه است ناخداگاه نه دلایلی بود که افراد سوق میداد و انگیزه میداد سمت بخش آموزش و یادگیری و یاد بیشتر رفتن بله. میایم جلوتر و زمان حال را بیشتر بررسی میکنیم چیزی که این روزها هم آیده حال جامعه هست و بسیاری هم به او می‌پردازند. ما در وضعیت فعلی چگونه داریم معارف و معارفی که الان هست در وضعیت فعلی چه حالتی رو ببینید زمان و حال یک زمان متفاوت است از دید ما چرا چون به خاطر از اینکه نوع حکومت امارات اسلامی افغانستان میتونیم بگیم یک مدت حالا نه چندان زیاد و کوتاهی است که حکومت در دست دارند و تغییرات اساسی داده شده در رأس حکومت کابینه تغییر کرد شکل و شمایل وزارت معارف به او شکل و شمایل قبلی نمانده و یک تغییرات اساسی بر اساس یک معیارهای اسلامی تطبیق شد من فکر می کنم که امروز معارف ما همون میراستار هنوز معارف گذاشته است و بخش نصاب ما آموزش ما معلمین ما آنچنان که باید ایک بستا یک تغییر و یا یک ایجاد تغییر به اونا دیده شود نشده و ما هنوز میراستار هستیم ما فکر می کنم که شرایط فعلی ما بگم بگیم عالی است نمیتونیم بگیم خیلی بد است یک شرایط متعادل متوسط رو به خوب داریم سپری می کنیم و من فکر می کنم که فعلا شاید ما گفتم یک حالت اعتدال پیش می برم. بله در حالت اعتدال قرار داریم اما نیمی از پیکر جامعه ها نیستند داخل مکاتب مثلا دختران در مکتب ها حضور ندارن عدم وجود دختران در مکتب تاثیر منفی نگذاشته بر روی روحیه همه شاگردان بدون شک. ببینید امروز دختری جامعه به مو سطح آگاهی رسیده که پسر جامعه آگاهی داره یعنی آگاهی در خانه ها رفته این ما نمیتونیم دیگه بیرون کنیم امروز اگر یک پسر این جامعه به اینترنت و به دنیا دسترسی داره دخترش هم دقیقا نمو دسترسی داره و چیزی که پسرش درک میکنه منفعت علم میفهمه دانش میفهمه نیاز تعلیم تربیت در جامعه میفهمه به مو تناسب دختر و قش اوناس هم میفهمند پس این من فکر میکنم که قطعا نیاز است که ما قشر نیمه از پیکر جامعه که فعلا به دلایل محروم شدن ان شاءالله ببینیم که باز بگردن به طرف درس و تعلیم خود گفته شد وزیر معارف سابق گفته که عوامل فرهنگی که وجود داره در بین جامعه و مردم نمی پذیرن اینها را و بر علیه فرهنگ اونهاست ما از ازی شده که مکاتب دخترانه محسود بمونه آیا چنین چیزی وجود داره حرف اینا تا حدودی در بعضی از مناطق افغانستان صحت داره درست است بعضی از مناطق افغانستان بر اساس یک سنن و رسم و رواج و میارهایی که دارن بله تأثبات وجود داره و برای از اونا یک نوع مسئله به اسطلاح میتونیم بگیم مسئله حیثیتی است که آیا بخش خواهرها و اوناس از اونا برن به مکاتب یا نرن. اما خب من فکر می کنم در تمام افغانستان این ای, ای جمله صحت نداره چرا در وقتی که این حالتی وجود نداره این ممکنه نسبی باشه در یک جایی باشه در یک جایی نباشه چرا اجازه داده نمیشه به نظر شما به مکاتب که آزاد باشن هر کسی که خواست بفرسته شاگرد خودش رو دختر خودش رو به مکتب هر کسی نخواست نفرست خب صحبت که اخیرا وزیر معارف امارت اسلامی افغانستان بیان کرده بودند در ولایت بامیان یک بازدید داشتند در اونجا گفته بودند که ما داریم روی زیر ساخت های ازی کار میکنیم زیر ساخت هایش بحث ترانسپورتیشن دخترها هست که اینا چگونه برند بیاین نحوه پوشش دختر خانم ها هست که در مکاتب چگونه با چی پوشش بیاین نحوه کمبودی هایی که بخش اوناس باید فقط بخش اوناس معلمین اوناس تدیس کنند کمبودی ها زیر داریم زیر نظر داریم چرا خم بتونیم مرفوع بسازیم این چیزی که حالا وعده ای که داده شده دا گویا همی است که در فرمودی شما این زمینه ایجاد میکنن که در آینده بتونه بخش اوناس بتونه پس برگردن به سر تعلیم و تربیه و بخش آموزش پرورش و در یادگیری خود همچنان سوق بله من روی یک مسئله دیگه ای صحبت میکنه مسئله مهمتری هم هست الان اگر مکاتب هم باز بشه باز مشکلات شاید بیشتر ازی بشه به این دلیل که ما کمبود معلم داریم شدید کادر علمی بسیاری ها از کشور خارج شدن ایره همه واضح هست برای همه تعداد زیادی از معلم ها بسیاری از کسایی که فرهنگی بودن یا علمی بودن افراد علمی جامعه به نحوی فرار مغز ها اگر به نامیم انجام پذیرفت در افغانستان بسیاری ها از کشور خارج شدند و الان کم معلم و کادر علمی یکی از دقدقه های اساسی معارف باید باشه فکر میکنید چقدر این مسئله ملحوظ هست و چقدر چشم گیر؟ ببینید، ما با این صحبت شما از یک جهت موافق نیستم ببینید ما نیروی انسانی حمال به کفایت داریم ما به باور هستم شخصا ما در 20 سال گذشته ما تعداد کمی فارغ تحصیل نداشتیم ما بیش از 170 تا به یک 156 تا پانتون و ماسی تحصیلات عالی در سطح سر افغانستان خصوصی فقط داشتیم در کنار عزیز سایر مؤسسات دولتی که هر ولایت برای خودش چند تا داشت من به این باور هستم که ما کدر علمی خود داریم نیروی انسانی خود داریم فقط یک ساماندهی میخواه جذب مجدد میخواه یک،, یک نظم که به اینا ما بدیم من فکر میکنم که اگر ما خواسته باشیم حمال فرایند جلب و جذب از نو آغاز بکنیم ما با کمبود نیروی مواجه نیستیم چرا؟ چون ما در این سالها هزاران و هزار فارغ و تحصیل در ولایت مختلف افغانستان داشتیم و اگر دولت و امارت اسلامی افغانستان یک سازوکار مشخص در این قسمت و اراده داشته باشه برای جلب معلم اوناست من فکر می کنم کمبودی ما نداریم فقط اراده می خواهد که این نیروها را ساماندهی بکنند از اینا امتحان ورودی گرفته شوه سمینار گرفته شوه و اون مراحلی که برای یک جلب یک استاد نیاز است بر معلم نیاز است انجام بگیره و اینا برن سر وظایف خود و به کاتب توضیح شد فکر نمی کنید بسیاری از استادانی که با تجربه بودند بسیاری از کسانی که گیس و ریش سفید کرده بودند در چنین شرایطی در معارف افغانستان مخصوصا آمدند و بسیار تجربه داشتند و بسیاری از شاگردان هم به شوق تدریس آنها می آمدند فکر نمی کنید کادر جدید خیلی زمان می برد تا بتونه او جایگاه را پیدا بکنه نه ما ببینید ما موافق هستم امروز در کنار تجربه که شما فرمودین که سر سفید کردن که نمیتونیم ازی قافل شویم بله سرسفید کردن در بحث آموزش پرورش تعلیم تربیه یک رکن است اما امروز به این باور من هستم که جوانایی که امروز هستند و این علم ثابت کرده که کسی که امروز میای یک دانشه یاد میگیره از کسی که دیروز دانش یاد گرفته به چند قدم به مراتب جلوتر است و او دانشی که امروز یاد میگیره به مراتب بروزتر و آپدیت شده تر است من فکر می کنم که اگر جوان جوانایی که فارغ و تحصیل شدن و با دانش امروزی مجهز هستند بدون شک حالا با یک تجربه کم هم که داشته باشند اینا قابل اصلاح هست و میشه که به زودترین فرصت به او ظرفیت برسند که جای و خلای همو به قول شما سرسفیدان پیش کسفتانه پر بکنند بله. از نصاب تعلیمی بگید نصاب تعلیمی چه تغییراتی لازم داره نداره تکمیل هست نیست کم بوده کتاب مدام بوده یک از دقدقه های اصلی فکر میکنید الان چگونه هست آیا ای شرایط آماده هست ببینید نصاب درسی در کشورهای حتی همسایه کشورهای پیشرفته مثلا صحبت نمیکنم. حتی در کشورهای همسایه هر سه سال یک دفعه نصاب درسی آپدیت میشه نصاب های درسی تغییرات اساسی به اون میایه حتی در تصاویر عکس ها حتی در مدل تدریس روش های جدید به اونها اعمال میشه خب دقیقا نصاب درسی که ما داریم از سالهای بسیار دور است و این نساب ما متاسفانه آپدیت نیست جدید نیست بروز نیست قطعا نیاز به یک بروزسازی داره که باید در این قسمت مسئولین محترم یک توجه ویژه داشته باشند من فکر می کنم که نصاب ما نیاز به تغییرات اساسی داره و در کنار نصاب ما یک پیشنهادی که دارم این که افغانستان باید از دوره مکتب دوره عمومی عبور کنه و بره به دوره تعیین رشته چیزی که در کشورهای دیگه یک امر بسیار عادی است از صنف دهم ده رشته بندی میشه و علوم انسانی علوم تجربی علوم هنری زیستی منطقی اینا رشته بندی میشه علوم ریاضی و یک متعلم دیگه از اون وقت سرنوشتش معلوم میشه که قرار داینده چی کارش فکر میکنم نصاب ما باید بر اساس رشته بندی انشاءالله تغییرات به روز با شرایطی که میبینید آیا چنین چیزی امکان پذیر هست؟ فعلا فعلا با مشکلات و کمبودی هایی که امروز ما دست و پنجه نرم میکنیم و شاید شستیم خب کار است واقعا نصاب تغییر دادن یک گروه فوق متخصص میخواید کسایی که در این رشته تخصص داشته باشند دیده باشند دنیا رفته باشند مطالعات بیرونیش ها باشه حتی اقل بین ده ها نصاب آموزشی از کشورهای مختلف باید بتونن یک مقایسه انجام بدن و بین گزینش کنم و انتخاب کنم. من فکر می کنم خب یک پروسه ناشد نیست اما پروسه سخت است ما فکر می کنم که زمان بر است و در شاید فعلی دیگه این بستگی به اراده وزارت معارف داره که آیا همچین کاد و نیرو میتونه که سریعا جمع کنه و بتونه نصاب یک تغییرات بو یا نه با حساب کنیم یک چند سال از ما زمان. همین نصاب را هم کتابایش را کم داشتیم چه در حکومت سابق چه در این حکومت هنوز هم کم بوده کتاب حس میشه بسیاری ها برای اینکه کتابی ات تهیه بکنن میرن از کپی پیست هایی را که بسیاری از انتشاراتی ها بدون اینکه قانون رویشان به نحوی باید ملحوظ باشه و آنها را مورد توبیخ قرار بده دارن از اونها استفاده میکنن شاگردان با این وصف آیا تخصص سازی امکان داره خب من برای شما خدمت شما عرض کردم که با شما موافق هستم کم بودی امروز یکی دوتا نیست و ما به شما که ما فعلا حتی کتاب همون نصاب های درسی کم بود داریم گذشته چی برسه به که ما خواسته باشیم نصاب خواهد تغییر باز برای کادر عمی... لازمه <تص> هزاران صدها هزار متعلم کشور ما نیاز داریم که باز دوباره کتاب چاپ کنیم کتاب بیاریم اینار خب این واقعا میلیارد ها شاید بگیم دلار برای دولت هزینه بر هست و یک واقعیت هست اما حرفی است که فعلا گفتم بر اساس این مشکلات است که اون حساب گذشته تطبیق میشه حال اگر ما خواسته باشیم که حساب تغییر بدیم خب این چالش هایش داره باید. طبیعی است که وقتی که ما تغییر دادیم منابع درسی خود تغییر دادیم این نیاز داره که ما دوباره از مجدد از اول چاپ کنیم و اینا گفتم بله مشکلاتی هست که من به مو خاطر گفتم که شاید امروز فکر نمی کنم که شاید باشه که ما بتانیم نصاب خود تغییر بتیم و سر یک موضوع جدید صحبت بکنیم الا که ما یک متد زمانه بگذاره و ای که باز ببینیم چقدر دولت مرکزی و مسئولین دولت اراده برای انجام کار داشته بلد. ما بعد از ای که جنگ های داخلی صورت گرفت مثلا امارت اسلامی آمد و حاکمیت جمهوریت خلق شد کلا از بین رفت و امارت اسلامی جایگزین ازو شد یک ناامیدی عجیبی هم در بین مردم به وجود آمد بسیاری ها ناامید شدن بسیاری ها حتی از ترس همین ناامیدی و عدم یک وجود یک روزنه پیش چشمایشان از کشور خارج شدند ضربه سنگینی را هم دانش آموزان خوردن مکاتب بسته شد مکاتبی که از کرونا هم بسیار آسیب دیده بود یک سالی را که گذراندن یک سال بسیار سوری بود در سانچنانی که باید خوانده میشد نخواندن و یا هم اگر گفته شد که به صورت آنلاین هست با مشکلات اینترنتی که وجود داشت یا و هنوز هم وجود داره در درون کشور سیسید. نه دسترسی داشته باشن به نصاب خودشان به درس خودشان و به تدریس نرسیدن که از چه چی چیزی رو برشان تدریس میشه نفهمیدن با اوضاع باز یک تحول سیاسی عظیم آمد انگیزه های دانش آموزان بسیار شکسته بود یعنی انگیزه همه جامعه شکسته بود در این دانش آموزان با همو ظرفیتی را که قطعا بیشتر آسیب میبینن فکر میکنید که این عدم وجود انگیزه الان تأمین شده الان دارن و انگیزه کافی را برای ادامه تعلیم من در این صحبت شما یک نکته بگم که چند روز پیش متفاوت در جای همی بحث علمی بود که آیا او انگیزه برگشت یا نگشته از ما از دوستان سوال میکردند خارج کشور که فعلا شرایط آموزش و علاقه افراد به فراگیری علم مثل سابق است یا مثل اوایل تغییر حکومت همچنان بیانگیزه هستند برداشت می است که بله تا چند ماه قبل ما شاهد از این بودیم که یک بیانگیزگی و یک ناامیدی شدید بین مردم موج میزد. اما ما هرچی که رو به جلو میریم و خودم شاهد هستم چون هم در بخش معارف فعالیت می کنم و هم در بخش تحصیلات عالی فعالیت می کنم من شاهد از این که پس دوباره انگیزه ها دوباره به وجود آمده و این هم جای شکر است که چی قشر اناس ما چی قشر ذکور ما پس دوباره با یک انگیزه بیشتر نسبت به قلب به درس خود میایند شرکت میکنند سرسنفا حضور پیدا میکنند و من چشم دید خوده که بر شما بگم من به این باور هستم که بله انگیزه ها پس ایجاد شده عاملش... عاملشی بود که خب در اوایل یک نوع تبلیغات سوی هم میشد که گویا چنین میشه چنان میشه چنین اتفاق میفته افغانستان شاید وارد یک موزله داخلی شود و همه با یک ناامیدی دست و پنجه نرم میکردن و هر کس میخواست که زودتر خودش بکشه به یک طرف بره اما خب هر چی که دیدیم گذر زمان تیر شد دیدیم که نه اتفاق نمیفته و مردم به این نتیجه رسیدن که نه قرار نیست اتفاق خاصی بیفته و او چیزایی که تصور که میشد یا او به حساب تبلیغات و پروپاگاندایی که از بیرون بر ما میشد دیدن که در عمل اتفاق نیفتاد وقتی که دیدن که اتفاق خاصی نیفتاد انمی خودش باعث انگیزی شد که نه پس کشور ثبات خود داره و انشالله که اتفاق نمیفته بنابراین پس دوباره همو انگیزه ها ایجاد شد و پس چی دختر و چی پسر ما با ما که میبینم با همو شور و شعف سابق سرسنفا حاضر میشد و این برای جای باز بسیار جای خوشحالی است بله یک مسئله دیگه هم هست در ایمیان که فکر میکنم یکی از اساسی ترین موضوعاتی است که بعد بحث گرفته بشه تحولات سیاسی در هر کشوری آمده تشنجات سیاسی حتی بوده که باعث بحران های بسیار بزرگ شده همین الان هم جهان داره میبینه ایره به عینه در چشم خودش از پاکستان گرفته تا کشورهای نظیر اوکراین و روسیه از این بر تا او طرف دنیا همه این مشکلات وجود داشته و اما کسی در همین تحولات ضربه چندانی به دانش آموزان نزده دانش آموزان درس خودشان را میخوانند هیچ کاری به تغییر سیاسی به تحول سیاسی به مشکلات حکومتی ندارن و کسی هم از حکومت اگر از طرفی درگیر هست به روی آنها تاثیری نمیگذاره چه مکانیزمی نیازه که در افغانستان چون واضحه برای همه که همیشه تعلیم و تربیه و معارف دستخوش سیاستگذاری حاکمان بوده و تحولاتی که در حاکمیت به میان آمده چه, چه راهکاری هست چه مکانیزمی وجود داره که ما بتونیم معارف را از چنگ همین حالت سیاسی بیرون بیاریم تا معارف همیشه پویا بمانه یکی از اصول اساسی در هر جامعه که در جامعه غرب هم که ما ببینیم ای هست ای است که بحث آموزش پرورش تعلیم تربیه و بعضی تحصیلات عالی کاملا صد درصد از جدا از سیاست محاسبه می کنند. <applause> یعنی به هیچ عنوان هر تغییری که بیایه هر حکومتی که سر قدرت بیایه یا هر انتخاباتی که میشه به هیچ عنوان حق ندارن که کوچکترین کمپاین تبلیغاتی در بخش معارف و تحصیلات عالی داشته باشند خود همی باعث از این میشه که افرادی که دانش آموزا و متعلمینی که چی در معارف در حال تحصیل هستند و چی افرادی که در تحصیلات عالی در حال تحصیل هستند اینو ناخداگاه از سیاست دور میشن و خود همین دوری باعث خوبی است چرا به خاطر از که وارد بحث ها و جدال های سیاسی که نشدن ای باعث رشد میشه باعث از این میشه که اونا همچنان با همون انگیزه که دارن فقط به مو تعلیم و آموزش و یادگیری و یاددهی متمرکز باشن و زین از اونا فکر از درگیر سایر مباحث حاشیه ای نشه من فکر می کنم که بهترین راه است که در هر کشور و در کشور ما که جزء از این خاک محسوب میشیم بهترین راه است که ما هیچ وقت معارف خوده درگیر مسائل سیاسی و درگیر شرایط روز نکنیم معارف باید سر جای خود باشه متعلم باید سر جای خود باشه و اینم باید به این باور برسیم ما در افغانستان که هیچ راهی وجود نداره که افغانستان پیشرفت کنه الا که معارف ما پیشرفت بکنه ما زمان یک کشور مترقی و کشور متفاوت میتونیم داشته باشیم که معارف ما و بخش آموز پرورش ما یک بخش متفاوت باشه و رشد یافته باشه آیا فکر وجود داره و چه چیزی را لازم داره همچنین پلانی که بخواد بشه چه چیزی رو می‌طلبه؟ ببینید ما در وقتی که خواسته باشیم شاکله ها و یا شاخص یک معرف موفق حساب بکنیم بخش نصاب آموزشیش است <applause> نصاب آموزشی موفق امروز شما در فرانسه که بچه های از نوارد مکتب میشن اصلا از بد به ورود تا بد و خروج یک کلا نصاب اینا متفاوت است یک روز اینا مثلا فقط یک مضمونه میخوانند تا چاش یک مضمون است صبح میرن تا چاش یک مضمون است فرداش میره یک مضمون دیگه است کار خانگی در داخل خود مکتب انجام میشه در خانه که میرن فقط بازی میکنن استراحت میکنن میخوابن هیچ گونه اینا با خود کتاب رفت آمد با خود نمیبرند نمیارند امتحان ندارند تا صنف ده اینا ای... تا هیچ گونه امتحان ندارن تا صنف نو اینا مثل راحت بدون امتحان بالا میرن و هیچ ای شرایط یک آموزشی متفاوت است بر اساس نیاز کشور ما اول باید یک نصابه. با, با مدل کشورهای پیشرفته برای خود تعریف بکنیم برزیل پیشتاز است سنگاپور پیشتاز است ترکیه پیشتاز است اینا معارفش در دنیا زبان است و الگو است ما از اینا باید الگو بکنیم و در کنار از او که خیلی مهم است برای ارتقای سطح معارف و آموزش پرورش کشور ارتقای سطح معلمین ما هست متاسفانه امروز در بسیاری از ولسوالی های ما معلمین ما مدرک دوازده هم ندارند و این نقطه ضعف است این نقطه ضعف است یک چالش بزرگ است معلمی که خودش صرف 12 هم نخونده میره صرف 12 یا 11 رو در تست میکنه خب این ای اصلا با امو امو رشد پیشرفت هیچ سازگاری نداره ما نیاز داریم در قسمت آموزش ترین دادن در قسمت ارتقای ظرفیت معلمین و خودم به شدت کار کنیم اگر میخوایم یک کشور گفت و متفاوت و کشور داشته باشیم که از این شرایط و سختی هایی که امروز داریم راهی پیدا کنه دیگه این راهی نداریم غیر از اینکه معرف خود انکشاف بتیم معرف ما با توسعه و انکشاف زیر ها و دانش معلمین و در کنار از او تغییر است آموزش سال برنامه امروزی خبرگستر از شما برای حل بحران کنونی معرف چه باید بشه برای حل مشکلات معارف امروز خب معارف مشکلات زیاد داره ما هم از نظر کیفی بسیار ضعف داریم در معارف هم از نظر کمی از نظر کیفی که پیشتر برای شما مثال زدم که کمبود استادان مسلکی منابع درسی کتاب نصاب بروز نصاب آپدیت شده اینا خب از بود کیفی است از بود کمی هم کمبود مکتب کمبود خود استاد کمبود معلم کمبود فضای استاندارد برای اموزش پرورش من فکر می کنم که ما برای از خواسته باشیم یک معارف موفقه داشته باشیم باید هم در قسمت کمی قضیه نگاه بکنیم کمبودی های کمی که داریم برطرف بسازیم و هم در قسمت مشکلات کیفی که کم هم نیست باید یک راهچا و یک راهکشای پیدا کنیم که بتونیم که از این شرایط عبور کنیم بله سپاسگزارم از شما دکتر هادی افشار استاد دانشگاه و همچنان مدیر یکی از مکاتب در هرات سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه خبرگستر بودید تا دیگر خدا به و نگهدارتان